اینجوری نگاه میکنی؟ کوثر کجاست؟ همین دور اطراف خونه است. خیر خواه. پس خبرای امروز رو خودم بهت میگم. چی میگن بهش؟ خبر تازه؟ خبر اول؟ سلیم، چی شد؟ بیچاره توسط پلیسا کشته شد. خیلی چیزا گفت و رفت. تو مطمئنی که دیروز خونه بابات رفته بوده؟ آره. چرا؟ سلیم یه چیز دیگه ای بهم گفت. به اینطور آدم ها نباید اعتماد کرد. ممکنه دروغ بگن. میگن که قبل از مرگ آدم ها رازگو میشن. واقعا رازگو. اون راجع به من چی بهتون گفته؟ اینکه محل کارم رفته بود. در مورد اون بچه سوالاتی پرسید. امروز خواهرتو دیدم. توی حرفامون ذکر و خیر تو هم شد. میگفت که خونه نرفتی. خیلی وقته که تو رو ندیده بود. اینطور نگفت که آبجین دیروز اومده بود و من نتونستم ببینمش. این خیلی وقت چه معنی میده؟ شما به من شک دارین؟ نه، من اطمینان دارم که به هم دروغ میگی. از محل کارم تا خونه ما فقط 15 دقیقه فاصله است. ساعت 2:30 تو از اونجا بیرون اومدی و بعد از 2:30 ساعت به خونه اومدی. به من گزارش این 2:30 ساعت رو بده. کجا رفته بودی؟ تعریف کن. تو به فکر من نیستی. فکر کن. اگه تو به فکر من باشی، به وقتش کاری میکنم آسیه عروس سوگلی خانوادهشون بشه. حرف بزن. کلمه کم آوردی واسه دروغ گفتن؟ خب یه لحظه، یه لحظه. حالا بگو، دستتو بذار روش، بگو کجا رفته بودی. دستتو بذار. حالا بگو که اون 2:30 ساعت رو کجا بودی؟ پیش جناب شیخ رفته بودم. رفتم براتون دعا کنم. اون روز شنیدم در مورد یه بچه ای حرف می زدین. منم دست و دلم لرزید. دلم به شک افتاد که نکنه به خاطر بچه دار نشدنم ازدواج کردی.
نکنه اون بچه شماست. واسه همین اومدم محل کارتون. با دیدن اون بچه دلم لرزید. اگه بچه می داشتیم الان بچه‌مون همون سن و سال بود. این آغوش خالی منو خیلی اذیت میکنه. واسه همین رفته بودم پیش جناب شیخ. جناب شیخ چی گفت؟ گفت عصر جمعه این هفته برم. درسته، عصر جمعه این هفته منم باهات میام. خوبه نه؟ اون بچه چی شد؟ اون دیگه اینجا نیست. کجاست؟ رفته پیش خداوند. بعدش چی؟ چی میخواستی بشه؟ همه یه جذبه اون مرد با دیدن اشکام تموم شد. اشکای دروغی. مزخرف نگو. اشکای دروغی. اشکام واقعی بود. به چه سختی تونستم اشک بریزم خانوم؟ اگه آقا واقعا لش کرده باشن و پیش جناب شیخ برن، باید چی کار کنیم؟ حالا میبینیم. صدات زده بودم چون کار مهمی باهات داشتم. چه کاری؟ میخواستم آسیه تلفنی حرف بزنه. با کی؟ با اون. برو. زنداداشت میگه با این کارا هیچی به دست نمیاری. و تو چی فکر میکنی؟ چیزی به دست میاری؟ هیچ وقت بهش فکر نکردم. یه وقتایی رو که با شما میگذرونم، بقیه وقتام هم با فکر کردن به اون زمان میگذرونم. هیچ وقت فکر نکردم که تو ملاقات بعدیمون چه حرفی بزنیم. آسیه به هم بگو تا حالا راجع به ازدواج فکر کردی؟ قبلنا خیلی رویاشو داشتم، خیلی بهش فکر میکردم، اما از وقتی فهمیدم که رویا به واقعیت تبدیل نمیشه دیگه ولش کردم. دوباره رویا دیدن رو شروع کن آسیه. من رویاهاتو به واقعیت تبدیل میکنم. حالا بگو، بازم رویا میبینی؟ بگیر با داداشت حرف بزن. داداش مبشر،
شربت تو بخور اشرف. شربتو میخورم آبجی. اول شما جواب سوال منو بده. خیر باشه. اصلا حواست هست که کی جلو نشسته؟ نه خیر آبجی، امروز من در مقابل رئیس شورا نشستم، در مقابل خواهرم نشستم که دوتا پسرشو با دوتا دختر من وصلت داده. واضح حرف بزن، احساساتی نشو. اول به هم اینو بگو آبجی، که کی قراره جشن نامزدی شاهزیب رو بگیریم؟ و دوم؟ جهان چرا حزبشو عوض کرده؟ جهان حزبشو عوض کرده؟ آره، با حزب ملک دست دوستی داده. اگه دامادم نمی بود پس خودم ازش حساب می پرسیدم. آبجی این بیابه روی منه، بهش بگین دوباره برگرده، وگرنه من فراموش میکنم که اون با هم چه نسبتی داره. خودتو کنترل کن اشرف. من با شاهزیب حرف زدم، الان برای مراسم ازدواج آماده نیست، اما من اونو راضی میکنم. این خوبه آبجی، اون آدمی که برای 1001 نفر تصمیم میگیره حالا نمیتونه پسر خودشو قانع کنه. اشرف، اول تو اینو مشخص کن که تو الان داری با خواهرت حرف میزنی یا با رئیس شورای محل. بهتره همه چیو در حد خودش بذاری. فامیل بودن، عضو شورا بودن و سیاستو با هم قاطی نکن. همونطوری که به عنوان برادر پیش خواهرت اومدی، همونطور منم به عنوان مادر اصل قضیه رو گفتم. آره، همونطور که برای ناز تصمیم. حرف دهنتو بفهم اشرف. دفعه بعد حرفی زدی با دقت فکر کن و حرف بزن، وگرنه منم فراموش میکنم که با هم نسبتی داریم. نهارتو بخور از اینجا برو. آوردمش. برو. اما خانم فالگوش وای میستی؟ برو. تونستی حرف بزنی؟ با داداشت؟ بله زلیخا خانم. چی میگفت؟ چیز خاصی نبود. پرسید خوشحالی؟ تو چی گفتی؟ من گفتم در این مورد اصلا فکر نکردم. با ناز کمتر نشست و برخاست کن. با اون بشینی مثل خودش خلوچل و دیوونه میشی. نه خیر زلیخا خانم، اون دیوونه نیست، خیلی هم فهمیده است. اونو ول کن. از خودت حرف بزن. راستش من فکر میکنم دیشب یکی پیشت بود، درسته؟ شما کسی رو دیدین؟ اگه بخوای به من دروغ بگی زبون تو از حلقه در میارم میندازم جلوی سگا، فهمیدی؟ بگو. زلیخا خانم، از زیر نظرتون کسی نمیتونه در بره. بسته من زبون نریز، من خودم استاد این کارم. پس شما خودتون بگین من چی بگم. من همونو میگم. من زیر نظر دارمت، یادت باشه. حالا گم شو. سکی
اینه که از اومدن من نمیتونه بترسه. کاسه ای زیر نیم کاسه است. امروز عده من تموم شد. فکر کردم باهات حرف بزنم. من مطمئن بودم که... لطفا توهم نزن. من نه برای شنیدن حرفات زنگ زدم مبشر، نه برای حرف زدن خودم. پس در مورد یکی دیگه حرف میزنم. باشه، بگو، میشنوم. با مونا و مامانت هرچی که شد نتونستی مانع اون بشی. کاری هم که با من شد اونو تقدیر خودم فکر میکنم و میبخشمت، اما ظلمی که در حق آسیه میشه رو اگه میتونی مانع بشی مانع شو. مگه آسیه چی شده؟ توی یه بازی خطرناکی افتاده که روی همه زندگیش داره تأثیر میذاره. اونو شکست خورده و نابود میکنه. اونی که مرده یه متحرک میشه، اون دیگه مغزش از کار میفته، دلش رو یکی دیگه میبره. آسیه رو نجات بده مبشر. اگه اون چیزیش بشه پس به جز پشیمونی دیگه هیچی توی زندگی نمیمونه. اونو نجاتش بده. اما سکینه، تو مبشر، به هم حکم اعدام دادن؟ تو رو به خدا ساکت شو فریده، من خیلی ناراحتم، لطفا اذیتم نکن. نه نه نه، منو اعدام میکنن. میدونی من مونا و مامانتو کشتم. آره، من اعدام میشم. آره، میدونی من من شیرینی رو زهرآلود کردم و به مونا دادم. او خیلی گرسنه شده بود و غذای خوشمزه میخواست، اما من بهش زهر دادم و مرد. مامان تو رو هم اینطوری خفش کردم خودم. ساکت شو فریده. مبشر منو اعدام میکنه. ساکت شو. منو اعدام میکنه. گفتم ساکت شو. اگه ساکت نشی با دستای خودم میکشمت. مامشه گوش کن، اگه یک کلمه دیگه به زبون بیاری خودم. آقا شاسی دیگه نیا این بالای پشت بوم. چرا؟ اگه گیر بیافتیم، دیشب خدا نجاتمون داد. اگر زلیخا خانوم میدید چی؟ خب چی میشد؟ شما نمیترسی؟ قبلا میترسیدم خیلی زیاد، اما الان نمیترسم. من فقط اینو میخوام که هر اتفاقی که افتاد زودتر بیفته. شما نمیدونی اگه کسی این موضوع رو بفهمه قیامت برپا میشه. این اتفاقی که برات میفته آسیه، اونا قیامت نیستن؟ حالا هر اتفاقی که بیفته به نفع ما میشه. فقط به هم اعتماد بکن. به من اعتماد داری دیگه مگه نه؟
شما تنها کسی هستین که بهش اعتماد دارم. عمه، 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 شما میتونیم چی شده؟ مگه کسی دنبالت کرده؟ قیامت شده عمه، قیامت شده. من هیچ وقت فکرشم نمی کردم با چشم همچین چیزی رو ببینم، اما تقدیر توی این خونه نشونم داد. توبه 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 توبه، خدایا چرا اینو نشونم دادی؟ حالا میگی موضوع چیه یا نه؟ نه عمه، من اینقدر جرأت ندارم که با زبون خودم بگم. با من بیا اینو خودتون با چشمای خودتون ببینین. بریم، بیاین عمه، سریع تر بیاین. واسه نشون دادن این همه منو کشوندی؟ ها؟ خب که چی عمه؟ همه کار خونه مونده و شاهزاده خانم اینجا استراحت میکنه. ببخشید خانوم، دفعه بعد یه خبر قطعی میارم. هر وقت خبر قطعی آوردی میذارم گوشاتو ول کنی. اگه نذارین برم پس چطور خبر قطعی بیارم؟ الان از کس دیگه ای نه، از تو خبر میاد. خبر من؟ آره خبر تو. بزن داداش زینت، میگم تو رو دوباره خونتون بفرسته. نه خیر خانوم، نه، اینجوری نکنین خانم، خواهش میکنم این کارو نکنین. خفش رو گوشاتو بگیر. صدات در نیاد، بابام داره زنگ میزنه. سلام بابا جون. چی میگین؟ مامانم مرده. مامانم مرده. وای خانوم، مامانم مرده. خانوم تسلیت میده. وای مامانم. فریده داری چی کار میکنی؟ فریده بازش کن، بازش کن فریده، 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 فریده. صبر باش. خبر تازه و قطعی، امروز فریده مرده. آقا جان کجاست؟ قسمت مردونه نشسته. صادقو بگم صداش بزنه. برو صداش بزن.
تو هم منو ول کردی و رفتی فریده، منو ول کردی رفتی، یعنی یه بار شد با خودت فکر کنی که من تنها میمونم بدون تو؟ نه تو فکر نکردی، مطمئنم تو واسه این خودتو کشتی که من بهت گفته بودم که تو دلیل مرگ مونا و مامان هستی. نه زود باش به هم بگو، به من بگو اگه من حرفامو پس بگیرم تو دوباره بر میگردی پیشم، جوابمو بده، بگو که دوباره بر میگردی پیشم. قسم میخورم دیگه بهت هیچی نمیگم فریده، من بهت هیچی نمیگم، دوباره برگرد فریده، من خیلی تنها شدم، خیلی تنها شدم. دوباره برگرد فریده. جهان. بله دایی جان. پسرم شاهزیب کجاست؟ اصلا ندیدمش. دایی جان یه خورده کار داشت. چرا نیومده؟ من که ندیدمش، نه تو قبرستون نه سر مراسم تدفین. دایی جان اون اصلا نیومده بود. چرا؟ برای هم دردیم قطع رابطه کرده؟ دایی چرا اینطوری میگین آخه؟ بذار بیاد پیش بی بی شکایتشو میکنم. بله کاملا حق دارین شکایت کنین، من باهاش حرف میزنم، فعلا دعا کنیم. آقا مامانم رفت. آقا صبور باش، صلاح خدا من. همه رفتنی هستیم، صبور باش. بشین. شامتونو خوردین؟ اشتها نداشتم. چند روز دیگه بمونم، سمیرا ناراحته. هر جور که راحتی. بایدم بمونی، شرایط دیگه اینطوری شده. آقا ناراحت که نمیشین؟ دیوونه جان ناراحت که میشم، ولی تو نگران نباش، بهت سر میزنم عزیزم. خیلی زود میام خونه. مراقب خودت باش، دیگه باید برم.
بیا تو. بفرمایید. ممنونم. چی شده؟ خوشمزه نیست؟ خیلی خوبه. زن داداش اگه زنده می بود خیلی خوشحال می شد که آسیه می تونه چای درست کنه. بدون زن داداشم خونه چقدر خالی شده. نه داداش مبشرم حتما خیلی تنهاست. اصلا می دونی من چای نمی خواستم؟ پس چرا گفتی؟ خواستم حواستو پرت کنم. فکر کردم واسه چند لحظه غماتو فراموش میکنی. غم کجا فراموش میشه؟ فقط خوشحالیه که از ذهنمون پاک میشه، کم رنگ میشه. مثلا الان که شما جلوم هستی خیلی خوشحالم، مگه نه؟ اما جلوی غم زن داداشم این خوشحالی کم رنگ شده. منو اشتباه درک نکن. شما رو اشتباه درک نمی کنم. اگه اشتباه درک می کردم تو این خونه خالی پیش شما نمی اومدم. شما مثل بقیه نیستین. فردا دارم میرم شهر. چیزی می خوای بهم بگو؟ نه خیر، فقط زود برگردیم. چرا؟ چرا زود برگردم؟ من خیلی دلتنگتون میشم. میدونی تو خیلی بلایی. بله؟ هیچی. خیلی خوب باشه، واسه اینم یه راه حلی پیدا میکنی. بیا. یه ذره قدیمیه اما تسلی دلته دیگه. آقا این که عکس شما هست. آره خب، هر وقت که من پیشت نباشم میتونی اینو ببینی. باشه؟ چی شد آبجی؟ خب راستش من باید برم. کجا؟ خیر باشه. میرم دیدن مبشر. همین امروز؟ مامانمون مرده. فهمیدم فریده هم مرده. فریده؟ دیگه هیچکی پیشش نمونده. سمیرا شاید دیگه این فرصت پیش نیاد. چی میتونم، شاید این بار دلش بلرزه. بذار من برم. منم با حاج میام. نه تو اینجا بمون، حواست به بقیه باشه. اگه کسی بپرسه چی جواب بدم؟ بگو
غذای نظری مونده بود، رفته بین فقرا پخش کنه. باشه، توی ماشینت غذا هم میذارم، سری رایت پخش کن، اینجوری ثوابم داره. برو خواهر. آقا قضاتونو اینجا بذارم یا سر میز؟ لازم نیست جایی بذاری. آسیه کجاست؟ توی اتاقش آقا. مگه دستاش قطع شده؟ آن؟ نه خیر آقا. برو بفرستش، زلیخا خونه نیست، باید خدمتکارا به هم غذا بدن. هان برو بهش بگو بیاد واسه شوهرش غذا بیاره. چشم آقا، الان میگم. گوش کن. بله آقا. این حرف منو خیلی با دقت گوش کن. اگه آسیه نیاد اینجا اصلا برات خوب نمیشه، فهمیدی؟ گم شو. چشم آقا، چشم. آسیه کوتا بیا، تو زن عقدیش هستی. کدوم عقد؟ اونی که به زور منو سر سفره نشوندن؟ من اون عقد رو قبول ندارم. خاله شیما، مگه تو همیشه به هم نمیگفتی؟ یادته وقتی ازت میپرسیدم آقا بالا سر من کیه، تو به هم میگفتی من به عنوان عروس تو این خونه نیومدم، به عنوان خونبها اومدم. حالا چرا منو زن اون میدونی؟ نه خیر خاله، حالا هر کاری که میخواست بشه دیگه شد. من زن کسی نیستم، من زن عقدی کسی نیستم. برو به جنت بیبی اینو بگو. من هیچ وقت نمیذارم آقا جهان به خواستش برسه. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.